منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی از کیل آلمان، خوش آمدید. آقای سهرابی، آقای شهیدی گفتن که از 608 دشت ایران 300 دشت الان ممنوعه هست. منظور چیه؟ البته من اصلاح میکنم، 410 تا دشت ما ممنوعه داریم. دشتای ممنوعه دشتایی هستن که به دلیل استفاده خیلی زیاد از آبهای زیرزمینی دیگه نباید در اونجا مجوز چاه صادر بشه و اون چاهایی که غیر مجاز هستن باید پلمب بشن و چاهایی که مجوز دارن باید بر اساس ضوابط برداشت داشته باشن و ما 150 تا دشت ممنوع بحرانی داریم که ضمن اینکه نباید در اونجا مجوز داده بشه، چاهای مجوزدار هم باید خیلی خیلی کم برداشت بکنن و تا جایی که ممکن هست کشاورزی در اون 150 دشت باید تعطیل بشه. البته باید خدمت شما عرض بکنم که از سال 1352 تا سال 1398 ما 132 میلیارد متر مکعب آب از آبخانها برداشت کرده ایم که 110 میلیارد اون فقط به این 20 سال اخیر اختصاص دارد. در سال 1342 ما تنها 15 تا دشت ممنوعه داشتیم، در حالی که الان ما حدود 400 تا و بیش از 400 تا داریم. از بحران‌های امنیتی در آینده به دلیل از بین رفتن منابع آب‌های زیرزمینی داره صحبت میشه. این بحران‌ها به چه شکل بروز می‌کنن؟ چه ویژگی‌هایی دارن؟ خود شما شاهد بودید که چند وقت پیش درگیری‌های ایجاد شده بود و مردم معترض بودند. وقتی که آبخوان‌ها با مشکل میشن، وقتی که زمین فرونشست پیدا می‌کنه و آب کافی در دسترس نیست، مردم میتونن بحران ایجاد بکنن، تنش ایجاد بکنن و درخواست آب داشته باشن. وقتی که توسعه نامتوازنی صورت گرفته در جایی که نباید اینقدر کشاورزی توسعه پیدا می‌کرد، زمین‌های کشاورزی خیلی بیشتر شدن، جمعیت به شدت افزایش پیدا کرد، توسعه نامتوازن رو در بخش صنعت داشته ایم، همه اینها وقتی منابعشون با کمبود مواجه میشه میتونه واکنش داشته باشه و این واکنش ها میتونه امنیتی باشه. حتی آقای کلانتری هم چند وقت پیش اشاره کرده بود که جنگ آب به بین روستاها میرسه. در کشورهای دیگر جمله در سوریه هم گفته میشه که بحرانش ریشه در آب داشت. چه راههایی برای جبران این وضعیت وجود داره؟ ببینید، آب‌های زیرزمینی که طی سالیان بسیار زیادی جمع شده‌اند و ما اونها را از دست داده‌ایم، خیلی سخت است که بخوایم یکی دو روزه یا چند ساله یا حتی بگیم 10 ساله هم جبران بشه. منتها کارهایی که میشه انجام داد این است که وقتی که ما سیلاب داریم، اقلیم ایران طوری هست که ما در بعضی از سالها بارندگی زیاد داریم و در بعضی از سالها مثل امسال ما با خشکسالی مواجه هستیم. در سالهایی که بارندگی زیادی داریم ما میتونیم از این سیلاب ها برای تغذیه آبخوان ها استفاده بکنیم، اونها را هدایت بکنیم به جایی و در اونجا تجمع پیدا بکنن و اونو تزریق بکنیم به آبخوان ها و میتونیم کشاورزیمون رو تغییر بدیم. چاره دیگری وجود ندارد. سیستم کشاورزی ایران باید تغییر پیدا بکند. در حال حاضر بیش از 80% آب در بخش کشاورزی مصرف میشه، حتی بعضی ها میگن 90%. این سیستم اگر بتونه مصرفش رو پایین بیاره و کارایش رو بالا ببره، طبعاً میتوان نتایج خوبی رو از اون در آینده ببینیم. در غیر این صورت این مشکلات پابرجا خواهد بود و سرزمین قابلیت حیات خودش رو از دست میده و در آینده ما شاهد مهاجران زیست محیطی ایران خواهیم بود که مجبور به ترک وطن خواهند شد. ممنون. منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی از کیل آلمان همراه ما.